دوستان سلام به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید بریم به بهار سال 1337 تبریز افتتاح خط راهن تهران به تبریز با حضور محمد رضا شاه پهلوی در روز افتتاحی دو صحنه عجیب رخ میده شری تندتیز از شهریار و مکالمه عجیب محمد رضا شاه پهلوی و شهریار شاعر به شاه به شهریار چی گفت قبل از اینکه این خاطره رو بشنویم این رو بگم که به زودی ویدیوی جدیدی در همین رابطه یعنی روابط شاه و شهریار و اون روز افتتاحیه خواهیم داشت. خب بشنویم این خاطره رو. اسم این ویدیو شاه به شهریار چه گفت؟ شهریار و شاه بهار سال 1337 خط آهن ایران به آذربایجان متصل می شود. چند روز بعد خبر افتتاح آن به دست محمد رضا شاه در شهر تبریز می پیچد. سران لشکری و کشوری مرتب به خانه استاد شهریار رفت آمد می کنند و از ایشان که علاوه بر حضورشان هنگام استقبال از شاه در فرودگاه تبریز حتما در روز افتتاح راه آهن هم حضور داشته باشند و شعری به عنوان خیر مقدم عرضه بدارند خوب به یادم میآید که مدیر کل فرهنگ آذربایجان شرقی آقای علی دهخان دوست دیرین استاد شهریار که بعدها استاندار گیلان و سپس استاندار آذربایجان شرقی شد با تنی چند از شخصیت های فرهنگی و لشکری به منزل استاد آمدند و بسیار خواهش کردند که استاد شعری بسازد و مایه سربلندی آذربایجان را فراهم آورد ضمن اینکه این کار اعتباری هم برای مدیر کل فرهنگ خواهد بود استاد مدام بهانه می آوردند و از شرکت در مراسم خودداری می کردند و می وضع مزاجی من خوب نیست این کارها به من نمی رسد من دیگر پیر و منزوی شدم مرا من به حال خودم رها کنید اما اصرار حاضران مخصوصا آقای دهخان که از لحاظ عاطفی در شخصیت استاد نفوذ داشت عاقبت استاد را تسلیم کرد روز موعود فرا رسید شاه به تبریز آمد تشریفات خاص انجام گردید راه آهن تهران تبریز افتتاح شد آقای دهخان به همراه چند شخصیت دیگر با اتومبیل مخصوص برای بردن استاد شهریار آمدند که در جشنی که در سالن بزرگ هنرستان تبریز واقع در شمال باغ گلستان برگزار میشد شرکت کند. استاد شهریار در مکان مخصوص قرار گرفت. بعد از ساعتی انتظار شاه وارد سالن شد. سکوت فوق ای بر سالن حاکم بود. نفس ها در سینه ها بند آمده بود. جمعیت حاضر حدود 1200 نفر بود. سه ردیف جلوی سالن را سران لشکر که اکثران سپه بود و سرلشکر و سرتیپ و سرهنگ بودند اشغال نموده بودند. بقیه سالون هم به ترتیب مقام پشت سر نظامیان قرار داشتند. شاه جلوتر از همه و در یک صندلی مخصوص تنها نشسته بود. استاندار وقت، وزیر فرهنگ و مدیر کل فرهنگ آذربایجان شرقی بعد از ادای احترام، گزارش خودشان را به حضور شاه تقدیم نمودند و سپس مدیر کل فرهنگ آقای دهخان به عرض رساندند که شهریار ملک سخن در سالن حضور دارند و اجازه میخواهند که خیر مقدم ارز نمایند تا آن لحظه هیچ کس حتی خود بنده و خبر نبودیم که شهریار چه خواهد گفت و چه شعری خواهد خواند استاد شهریار در سن پنجه و سالگی با وقار و تمعنینه و با قدم های شمرده پشت تریبون قرار گرفت شخصیت متین و بی چنان سالن را تحت و خود قرار داد که حاضرین بی اختیار با شدت هرچه تمامتر شروع به کف زدن نمودند شاه با چهره باز که حاکی از علاقهش به شهریار بود در انتظار سخنان شهریار به سیمایی وی خیره شده بود مجسم فرمایید که سکوت کامل بر سالن حاکم است و نیز ادهی بیمار و کینجو و خوشرخصان هرفهی جوی ایجاد نمودند که نه تنها کسی جرأت صحبت به زبان آذری را ندارد آذربایجانی بودن خود را نیز پنهان می همگی در سالن حضور دارند در چون این شرایطی استاد شهریار پشت تریبون لب به سخن گشود من حرفهایم را با شعر میگویم زیرا شاعر با زبان شعر سخن میگوید و مجددا آن را به زبان آذری بیان کردند من سوزلرمی شیر دیلینن دیرم چونکه شاعر سوزونو شیر دیلیل دیملیدیر ای سرود ایستگاه سوم اسفند خود جشن درفش کاویان جشن دوم نیز شد در مرز و بوم بابکان اولی جشن تجدد از رضا شاه کبیر دومی جشن تکامل از شهنشاه جوان اولی تسخیر تهران بود و تغییر رژیم دومی وصل خط آهن به آذربایجان ایستگاه شهر ما تبریز نبز کشور است چون طبیب از قلب جوید نبز یابد ترجمان بست شریانی دگر ایران زمین را سر به تن سیل سود و ثروتش سیالی روح و روان قلب ایران زنده اکنون شد که نبزش می جهد مرکزاری زندگی یابد به مرز و مرز بان. راه آهن فر ایران قدیم آرد بیار هر قطاری گو ستونی از سپاه قهرمان دود کذوی برشود تاوان آه ملت است دشمنان یارب برای دودشان از دود من. پادشاه ها این همان تبریز شورانگیز کو قهرمانی قصه ها دارد بیاد از باستان ملک بابک ها و اقلیم عتابک هاستین سرزمین ماد و بنگاه نژاد آریان مشعل پیروزی و دروازه مشرق زمین معبد زرتشتی و مهراب شمع خاوران شهر شمس و کعبه ملای روم است که گفت مرحبا ای ساربان بار از اشتران شمس ما تنها یکی ملای رو مفروخته که از تجلی خیره دارد چشم آفاق جهان گرنه شمشیر عرس اقلیم ما دارد دونیم گنج بخش گنج از ما و شهیر شیروان صاحب تبریزی و شیخ شب قرن هاست که از نبوغ عشق و عرفانند خود صاحب قران نغمه آزادی از اینجا بلند آوازه شد با صدای نری سردار ما ستار خان در دل این توده برباد و خاکستر نشین آتشی خفته است از عشقی نمیر و جاودان اختلاف لحجه گر قفل دهن خواهد شدن شعله آه از نگاه عشق بس باشد زبان در کشاورزی و بازرگانی و هوش و هنر دست اول شهر تبریز است و دوم اسفهان شهر ما تقدیم دنیا کرده مردانی بزرگ که از هنر تاریخ ایران را شرف بخشند و شهر شب چراغانی به نور معرفت گیتی فروز شیر مردانی به شمشیر و قلم گیتی ستان گرچه ما فرزند اهل بزرگان نیستیم لیک گنج معرفت را کان همان کانون همان آفتابا با شعاع معرفت در ما بتاب باز گو گوهر بجوشد از دل دریا و کان این همان تبریز دریا دل که چندین روزگار سد سیل دشمنان بوده است چون کوهی گران این همان تبریز که ان در دوره های انقلاب پیشتاز جنگ بود و پهلوان داستان این همان تبریز که از خون جوانانش هنوز لالگون بینی همی رود عرس دشت مغان این همان تبریز رو این تن که در میدان جنگ از مساف دشمنان هرگز نپیچیده انان این همان تبریز که از جانبازی و مردانگی در ره عشق وطن صدره فزون داد امتحان این همان تبریز کم هم سال خیابانی درو جان برفشاندند بر شمع وطن پروانسان این همان تبریز خونین دل که بر جانش زدند دوستان زخم زبان و دشمنان نیش سنان گه ندیم اجنبی خواندند گه عذر فلج كور دل یاران فرق خادم از خائن ندان پادشاه ها، پادشاه ها تا بدین جا ترجمان بند بس گو خود تبریز گوید باقی این داستان شهر دوم بودم و مهت ولی اهدان وقت سینه من تخت و بخت وارث تاج کیان چهار راهی بودم از بازارهای شرق و غرب کاروان کوی من از چهار سو بازارگان چشم و گوش چین و افغان ترک و یونان بود من تا چه خاند ارغنون و تا چه آید ارمغان حالیا از چشم تنگ روزگار افتادم اشک را مانم که طفل از من بود دامن فشان مرغکانم تا پری دارند از من میپرند ننگ بینند داشیان و تنگ بینند آب و نان. بارگاه دادم و بام و بنای من نگون سرزمین عشقم و باغ بهار من خزان پادشاها من یکی رو این حصار کشورم لیک فقرم می نهد بر بام همت نردبان خلق من تاوان آب و نان هم از جان می دهند زنده ارزان است اینجا زندگی از بس گران هر دم از من بار می بندند و بیرون می روند دستی بی بند و بار و عده بیخانمان. بی خانمان پادشاها در به روی کاروان من ببند پادشاها در به روی کاروان من ببند کار کن ایجاد هر کس گو به شهر خود بمان میهمانان چنین بر سفره خودشان نشان چند باید کاسه گرداندن به پیش این و آن کارگاهان را که در بسته است گو بگشای در تا در روزی گشاید داور روزی رسان گر خدای مهربان است و صفای قلب شاه باز گردد با منان باغ و بهار و بوستان پادشاها پادشاه ها شعر من جاوید دارد نام شه شهریار جاودانم شاعری جادو بیان چنان با فصاحت و زیبایی این قصیده را میخواند همه بدون استثنا تحت تأثیر قرار میگیرند خود شهریار و سایر کسانی که ناظر حرکات شاه بودند قسم یاد می کردند که چشمان شاه اشکالود بود زمانی که یکی از جنرال ها جلوی تریبون قرار گرفت که شهریار را از ادامه سخن باز دارد شاه با دست اشاره کرد کنار برود و مانع نشود شهریار شعر را تمام کرد تعظیمی نمود و تریبون را ترک کرد در این حال شاه از جای خود بلند شد دست شهریار را در دستش گرفت و شروع به صحبت کرد معموران شاه دور آنها حلقه زدند و همگی نظارهگر آن صحنه بودند شاه دست شهریار در دستش او را به طرف سالونی هدایت می کرد که بسات شام برپا بود اما شهریار امتناع کرد و خداحافظی نمود با احترام تمام ما را توسط اتومبیلی به خانه استاد شهریار رساندند وقتی خانه شهریار خلبت شد استاد از من خواستند که صحنه را آنطوری که دیدم بیان کنم با آب و تاب تمام صحنه را تعریف کردم گفتم استاد عجب جسارتی کردید عجب شاهکاری آفریدید آنچه گفتنی بود شما گفتید و جز شما از عهدهی هیچ کس بر نمی آمد و این بیت حافظ را خواندم. کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیش نقا تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند و بعد سوال کردم جناب استاد زمانی که شاه با شما دست داده بود و صحبت می کرد لحظه ای آثار اندوه در چهره هر دوی شما مشاهده شد ممکن است بفرمایید از چه سبب بود استاد لحظه سکوت کردند و گفتند به من می گفت چرا به تبریز آمدید چرا مرا در جریان نگذاشتید تفلک سرعی به آثارتان خیلی علاق مند بود این را که گفت متأثر شد من هم متأثر شدم بعد ادامه داد که چه می خواهید می خواهید بفرستم برای مدتی به خارج از کشور بروید جواب دادم که نه من متأهل شدم اجازه بفرمایید در تبریز به زندگی خود ادامه دهم و ناراحتم نکنند گفت که ابدا ابدا بعد ماموران امنیتی اطراف مرا گرفتند و مرتب میپرسیدند که شاه به شما چه میگفتند دست بردار نبودند فهمیدم که شاه کاملا در کنترل ماموران امنیتی است دوستان در اینجا پایان این خاطره میرسیم نظراتتون رو راجع به این ویدیو برای ما کامنت کنید چرا که در یک ویدیوی جدید راجع به کامنت ها و اتفاقات اون روز افتتاحیه و در کل بحث سیاست اون روزها خواهیم ساخت. پیگیری ویدیوها و خاطرات ما باشید تا یک ویدیو و یک خاطره دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و به امید دیدار.